درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این ویدیو به ضرب المثل هیچ جا خونه آدم نمیشه میپردازیم. توی زبان خودمون زبان فارسی میگیم که هیچ جا خونه آدم نمیشه. معمولا این جمله زمانی که فرد از مسافرتی میاد، از یک مهمونی میاد، از یک پیکنیک میاد یا همچین چیزی، معمولا یه همچین چیزی که میشه اینو میگیم که جایی بودیم، یه سفری رفتیم، یه چند روز نبودیم خونه، یا خونه مهمان، جای مهمان بودیم اینها. بعد وقتی میایم خونه میگیم هیچ جا خونه آدم نمیشه. یه حسی داره آدم که اینو میگه که مثلا اون احساس راحتی، اون احساس اون حالت شخصی بودن مکان، اینکه توی اون مکان آدم هر کاری میتونه انجام بده که شاید جاهای دیگه، جایی که مهمان هست، با اون راحتی نباشه اینها. این جمله رو اون زمان میگه. همین حالت رو ما تو زبان انگلیسی داریم و دقیقا که میشه there is no place like home، there is no place like home. و مثل زبان پارسی که اصلا حالت ایدیوماتیک نداره که مثلا ما منظور من از خونه یه چیز دیگه هست یا همچین چیزی، نه، کلن همونی که جمله میگه منظور همون هست. انگلیسی هم تو این زمینه دقیقا مثل پارسی هستش. بس یه جمله خیلی ساده به زبان انگلیسی هستش، اصلا هیچ کدوم از مطالب موضوع دیگه‌ای پشت خودشون ندارن و منظور دیگه‌ای ندارند و توی همون شرایط که ما تو زبان فارسی ازش استفاده میکنیم تو زبان انگلیسی هم استفاده میکنیم. گاهی وقتا در هر دو زبان ما ممکنه که مثلا وقتی میگیم هوم منظورمون مثلا شهر خودمون باشه، ممکنه کشور خودمون باشه، ممکنه. به هر حال ممکنه توی این شرایط هم استفاده کنیم، ولی بیشتر وقتی میگیم هوم منظور همون خونه خود آدم هستش، نه مثلا اون وطن یا هم چیزی. معمولا برای وطن از اون استفاده نمیگیم هیچ خونه آدم نمیشه، معمولا برای هم چیزی نیست، ولی اگه استفاده بشه هم میشه تعمیمش، میشه اون رو هم پوشش بده. اوکی، بس موضوع ساده است. هر جا که میگیم هیچ خونه آدم نمیشه از این استفاده میکنیم. اینم خیلی راحت ضرب المثل این ویدیو. بریم با دو تا نمونه کار رو ادامه بدیم. نمونه اول: I enjoy living abroad, but it's not for everyone, and I know there is no place like home. میگه که دوست دارم، لذت میبرم، I enjoy living abroad، خارج زندگی کردن. خارج یعنی بیرون از وطن دیگه، abroad این اون خارج، نه اون خارج. خارج زندگی کردن، خارج از وطن زندگی کردن رو دوست دارم، ولی برای هر کسی نیست، یعنی همه من دوست ندارم، همه لذت نمیبرن و میدونم که I know there is no place like home، هیچ خونه آدم نمیشه. اینجا خونه میشه یه مقداری نزدیک میشه در واقع به همون وطن، چون داره abroad رو باهاش مقایسه میکنه، ولی بازم خونه وقتی گفته میشه توی همه اون وطن اون یه دونه خونه رو منظور داره. به هر حال این هم اگر واژه رو نمیدونستید abroad یعنی این خارج از وطن و that's it. بریم نمونه بعدی رو ببینیم، خیلی ساده بود. I know it's dangerous to travel to university every week and I can stay at university dorm but you know there is no place like home. میدونم که خطرناکه که هر هفته برم دانشگاه و برگردم و میتونم توی خوابگاه دانشگاه بمونم، ولی میدونی you know there is no place like home، هیچ خونه آدم نمیشه. خب همونطور که توی نمونه ها دیدیمش، این there is no place like home همیشه یک جا میاد، ما معمولا نمیام بازش کنیم، در میان بیار مثلا چیز دیگه بیاریم. همین هستش، ساختارش هم همینه، از is استفاده میکنیم چون حال ساده منظورمون موضوع همیشگی هست، نمیگیم there was no place یا there will be no، نه معمولا همون حال ساده میاریمش که گویای همه چیز باشه، یعنی همه زمانها رو کاور کنه. گرامرش رو میدونیم، بیش از این حسابی کار کردیم به گرامر. و اینکه معمولا حالا میتونه در امتداد یه جمله یا کلا تموم کنه جمله، جمله تمام بشه، جمله اول، و بعد ما اون رو به عنوان مثلا اینجا یه نقطه میذاریم و بعد به عنوان یه جمله تکمیل کننده، یه جمله مستقل ولی در ارتباط با پیشین بیاریمش. این در رابطه با خودسته، اما در رابطه با چیزی که اینجا وجود داره travel رو ما معمولا برای
سفرهای خارج از شهر که میریم و اینجور چیزها مثلا استفاده میکنیم، اما نه توی زبان انگلیسی مثلا شما میرید سر کار و برمیگردید، خب یه travel دارید میکنید. ما travel رو برای اینجور رفت آمد ها، رفت آمد تا سر کار و اینها هم استفاده میکنیم اگر که نمیدونستید این رو. مورد دیگه دورم. دورم شکل کوتاه دورمتوری یا همون خوابگاه هستش، حالا خوابگاه دانشجویی، خوابگاه دانشگاه، خوابگاه مثلا نرسینگ هاوس، حالا هر چیزی که هست، خوابگاه یه مثلا بیمارستان، خوابگاه هر خوابگاه حالا هم برای هر چیزی که هست. anyway پس این میشه خوابگاه و بقیه جمله اینجاست. و you know رو هم که توی یکی دیگه از ویدیوها بهش پرداختیم میگیم you know، میدونی اون حالت میدونی که خودمون میگیم، یه جمله ها رو میخوایم به هم وصل کنیم، یه میدونی وسطش میایم، یه دونه موافقت فرد رو طلب میکنیم، این you know آره اون هستش. ولی میدونی با you know، این you know اون میدونی هستش. امیدوارم که از این درس مطلبی رو فرا گرفته باشید و از وقتی گذاشتید لذت برده باشید. ممنون که بیننده ویدیو بودید و شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. تا اون موقع پیروز و شاد باشید. بدرود.